باز هم دغدغه جدید و کش و قوس تازه میان دو تا کشور افغانستان و پاکستان روی انتخاب مکان برای اثرگیری گفتگوهای صلح اسلام آباد میگوید باید در تاریخ میان دهم ده تا 15 جنوری اسلام آباد میزبان گفتگوهای جدید صلح میان طالبان و دولت افغانستان باشد اما وزارت خارجه دولت افغانستان گفته است که خیر این مذاکرات اگر قرار باشد برگزار شود باید مکانش کابل باشد انوز زیاد در مورد چگونگی مکان که واقعا در کجا برگزار میشه خبرها بر رسانه ها درز نکرد اما گفتم میشه که یک کش و قوس میان رهبری تا کشور بر چگونگی انتخاب مکان جریان دارم این یک بحث جدید است که تقریبا تمام رسانه ها امشب بالایان پرداخته است و در مورد خود چگونگی گفتگوهای صلح همچنان که در خاشی نشست قلب آسیا نخست وزیر پاکستان با اشرف غنی متفق القول شدن برای چگونگی اثرگیری مذاکرات پس از دیدار آقای رئیس جمهور و رئیس اجرایه با جنرال راکل شریف هم در کابل گفته میشه مهر تایید بر پایان متن زده شد که دوباره باید گفتگوهای که هرچی سریعتر از نو بگیریم اما بحث جدید ای است که این بار گفتگوها دو تا کشور غولپایکر هم در کنار خود دارد چین و ایالات متحده آمریکا که گفته میشه یک نشست چارزولی خواهد بود که چین و آمریکا اون طرف و دولت پاکستان و افغانستان این طرف و شاید هم بحث مذاکره با طالبان در وسط میز این مربع باشد حالا سوال این است که این بار چقدر با موجودیت دو تا کشور قوی که ایالات متحده آمریکا و چین است می تواند چرخه های این گفتگوها خوبتر از گذشته به چرخش در بیاد و قدر بتانه مشکلات از روی شانه های دو طرف کم بکنه بسیاری از سوال در ذهنشان خلق میشه که چه شد که چین و ایالات متحده امریکا خواهان مذاکرات شد آیا به خاطر منافع این دو کشور است آیا به خاطر که افغانستان به صلح دست پیدا کند آیا برای اینکه میزان و دامنه این همه عملات دهشت کم شود خیر بسیاری هم میگه به خاطر که چین و ایالات متحده امریکا بیشتر از بیلیونها ها دلار بالای پاکستان سرمایه گذاری کرده و شاید هم به دنبال سرمایه گذاری باشه خواهانی است که پاکستان حداقل دغدغه ناامنیش از ذهنش بدور شود تا اینا بتون روی روند سرمایه خودشان ادامه بتا. و سخنهای جنرال کمبل هم قابل تعمل است که باید قبل از رفتن به بحث با مهمان محترم قدر رویش تبصره بکنیم هفته پیشتر جنرال کمبل گفته بود که وضعیت مبارزه در میان سران نظامی افغانستان با دشت ناامیدکننده کننده است یکی که یک, 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 یک هماهنگی میان ارتش و سرباز وجود نداره در کنارش فساد است، سربازان خیالی است و غیر این مسائل سبب شده که قدر میزان حرکت دولت افغانستان برای سرکوب مخالفین کم شوه و تنزل پیدا بکند ولی باز هم یک سخن جدید با روزنامه یو ای تو دی آقای کمبل گفته که ما اگر قرار باشه و شرایط این گونه پیدا بکنه از آقای اوباما می‌خوایم که ارتش بیشتر به افغانستان بفرسته یا هم همین ارتش را که داره برای چگونگی بقایش در افغانستان تاریخش تداوم ببخشه و گپ آخرم گپ سرتاج عزیز است که گفتم ما با طالبان زمان مذاکره می کنیم که دست از این همه حملات برداره یک بحث و بحث دوم این است که کسانی که از طالبان مایل به ملاقات باشند بفرماین خیلی خوب میز و مذاکره بر رخشان باز است اما کسانی که برنامه گردن به این مذاکره ما میتونیم در برابرشان از اعمال زور نظامی استفاده بکنیم همال و سوال آخر وقت طالبان این شاب پیدا کردن یک طرف با ملاقات منصور و جنای دیگه به امام رسول این سوال است که کدام طرف صلح میکنه کدام طرف صلح نمیکنه برای اینکه این بحث را قدری موشگافی کرده باشیم مهمان محترمی که با من در این بحث حضور دارن آقای محمد ناطقی آگاه مسائل سیاسی آقای مسعود ترشوال استاد دانشگاه و آقای نظر محمد مطمئن همچنان آگاه مسائل سیاسی مهمان محترم به بحث بسیار خوش آمدی آقای مطمئن بحث را با شما آغاز بکنیم فکر میکنین دور جدید گفتگوها در کدام مرحله است واقعا طالبان این بار روی میز مذاکره با این چهار تا کشور گفته میشه این بار به جز دولت افغانستان و پاکستان چین و متحده آمریکا است آیا این بار روی میز مذاکره خواهند نشست بسم الله الرحمن الرحیم تاسی د میز و ولیدن کو تا سلامونه تروسم دا پرکر را د چې طالبان به په دیسلور ارخیزه ناست کې چې افغان حکومت پاکستان امریکا با با دا او چین به خبري کوي دی به کې شریکت کوي دا یوازې د امندغو هیوادونو ترمنس خبرې دي او ممکنه امنیتي مسائل به پکې وي او سولې به هم پکې وي ولی طالبان کې دایسي چې لکهن هیات سره دغه په خانو یو ناستو په تسلسل باندې بیا هم ناستو ولري چاغه بيخل بی دیسخه بیل ده دا. همدارنګه طالبان ممکنه په قطر کې د زینو هیوادونو له استاذو ډیپلوماټانو سره وویني او یا په زینو نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون وکړي او دا چې د ځای موضوع ده دا چې دغه ناسته چې څلور ارخزه بوي د پاکستان افغانستان امریکا او چین د په افغانستان کې کی کېږي ک پاکستان کې کی کېږي رښتیا هم پاکستان وماسه کوي چلته وسی او افغان حکومت هم خوځما په نظر کدا ناسته په هر لیول باندې کېږي یا د هر مقصد لپاره کېږي مناسبه بداوی چې په کابل کې وسی ځکه د اصلي مسلې یا د اصلي ستونځي کابل ده نه اسلام اباد نو زه فکر نه کومه چې په دومره اسانه باندې په دومره لند وختي زمينه د ته مسايده سي چې طالبان هم په دغسمه مخامخ ناستو کې ګډون وکړي دا وخت ضرورت لري او کچیر ته زمينه د سي مسايده سي له پاکستان نه به هر په کوم بل هیواد کې نه په کابل او اسلام اباد کې په ماراتو کې په جاپان کې په ترکیه کې دغه سیو زمينه مساېده سي کې داسې نسبی نتیجه ورکړه خو که په کابل یا اسلام اباد کې طالبان په یو ناست کې ګډون کوي زه فکر کوم د فشار لامل به وي او زم ما ضرورت هم تر ډیره نه ولي شي بل بحث اي طرف باندې مې کوم چې طالبان شرکت میکنه یا نه میکنه ولی سوال کې مردم افغانستان هم چونه در ذهن نشانه است احساس میکنند چې طالبان پس از مرگ ملا مرق قدر در میانشان داقل شابات پیدا شوات و هی موجب شوت چې طالبان ضعیف بګردن و د اقل در میان خود اختلاف شدید داشته باشه ګیرم طالبان اشتراک کړن کی اشتراک میکنه کوم جنا آیا میپذیرین چې طالبان ضعف پیدا کړن پس از مرگ ملامر رازی د بند بحث وکړو چې هغه طالبان چې دی وایي چې سوک سول خبرو تازهریږه غو سر خبره کو او کسولې ته نازریږه غو سر جګړه کو او په زور باندې تسلیم او سرلس کاله د تل تاجګړه وشوه د ناتو یو لک پنځه زره شاوخا کې قوتونه وو درې لکه قراردادې بهرنیو اسکرو خو سکه کمزورینه شو او سنوي د حالات ته پکتو سره مشخه لاغه داخلي شوناوني خبر خو په د حالات ته چې ګورو طالبانو د دې پر ځای چې زوفی کړی وي یو ډول قوی سوی دي او دا د دې مانام نه ده کي سړی سولي ته حاضرېږي یا د افغان ولس ستونزې هلکوینه هغه به خامه خکمزورې اېنه می پاسرین کې در میان طالبان دوه دستګي ایجاد شوده تر اوسه پورې چې زما معلوماتي البته کېداي سي خلګوتوم چالبې او د ظفرضای کوم هغه دول چیرسنی راپورونه ورکوې دغه انشاب او دغه پاسلې یا دغه ویش ته طالبان په مرسک نسته او نه هم مجنم نه لیدلې کچیر ته بلا بیل ډلې وای په طالبانو کې نو no, de, -de, وس خداد عملیات جګونه دی جګړې دی د غجلا شوی طالبان چیرته دی د چا سره جګړه کوي په کوم ځایونه کې وسېږي حکومت سره جګړه کوي طالب سره کوي یو بل چا سره کوي د سی شیخو مجنبل دلته تروس او د زابل مسله به له مسله ده بس او ځنه نه امطن اگر طالبان به تحلیل شما قوت پیدا کول نسبته په گذشته یو سوال کوم میخواین وکړم انست کې څه ګر فکر мекунед طالبان نфузپذیر است با واسطه کشورҳои بیرونی аввал پاکستان баъد علامه تایډ امریکا شما гуфтин زیات مطمئن نیستین که طالبان با این суръатی که د کشور اعلان کړ روی میز مذاکرات باندې نشینان هم اگر فشار ایجاد شود چی وګوري یو شی بدومنو دا طالب کوت پیدا کئ یا افغان حکومت پیدا کئ دا بدومنو چی په زور باندې دا غ مثلا نه حل کیږي نه طالب یو مخز د دې جګړه غټونکې کې د لايسي 474 سبد د لاست اورزي یعنی افغان حکومت افغانان په ټول وسله پم ځکه چدي دغه چې په مقابل کړي نه حکومت د توانه لریش طالبان د ټول ورته تسلیم سي دا چې نفوس به سمره پی باندې امریکا یا پاکستان په پا دې ډلو باندې ولري راځي یو مثال ته اشاره وکړو مثلا کچیر ته هم امدا امریکا ډاکټر صاحب غدي یادو حکومت یو یا بل چ جکفړی یا ټټفړی ته وای چې تاسې به خمه خا قطرتځي طالبانو سره وګوري کې داسې چې د دا خلګو لاړسې د امریکا د غشتنه ومنی یا مثلا ورته وایي چې تاسې به د افغانستان په مسایلو کې بحث د چوسښینو خمه خه په اسلام آباد کې کویلتبزي امکان لري چې حکومت یې ومنی راضي پرځ کړو امدا پاکستان ده هم دغه سکه طالبانو تو وایي چې تاسو به خامخا په کابل کې له حکومت سره خبرو تکشني د سومره د منلو ورده یا هم د پاکستان طالبانو تو وایي چې پرته لقیدو شرط نه به تاسي د سول مذاکرات ته حاضرېږي او وربن به مني د سمر امکان لري زه فکر کوم کړه دغه سي بودونه وسنجو بیا سړی ته معلومېږي چې فشارونه سمره په پا طالب پاکستان لاره لسی امریکا او سمره پاکستان په پا افغان حکومت او امریکا په افغان حکومت باندې لاره یعني شما به نحو رد میکونئ کړه پاکستان آنچنانه نفوذ کې بر طالبان بایټ داشته واشه نداره زه وایم چې اوس خدای د مذاکرات شروع کړي کله امریکا چې دلته ډیر نفوذ لري یا هر څه چې زړه وو اږي اغه سي منلکي جه مثلا كامريكا و سوای چې دا ولسی جرګه غیر قانوني ده د دادي منحل سکي ده سي منحل سي نه هغه مت من شما دور رازم شما خبر نه نه شما دور مین وقت وزیر دفاع پاکستان پسس پروژه تاپی په بسیار صراحتش میګا کی ما بالاي طالبان افغاني نفوذ دارين و میتایونو را متقید وکين ک په خاطر امنګاه داشتن مسیر لولي غاز آرام بگیرن این خودش سوال ساز است او رازیام دا و منو پاکستان دا وای چې زه په طالبانونو نفوز لرم هم دلته دا خبره ده کنه شما چی میګین زه وایم چې دی پاکستان نور بل دی دروغجن وادونه 1300 هم دی پاکستان ته د امریکا مو وای چې دی مرتواي افغان حکومت دی مرتواي موږ به مرتواي چې دا طالبان مهرباني وکړه کابل تیرا ولې خبر رو د پارا ایزر ک لا امریکا چې کولای سي یو څوک بل ځای لېږلای سي تم دا کار وکړه هلته بیا مال میږه خوځما په نظر دا سي نه ده صفر لس کاله ام دغه پاکستان د دغه نامونه کوي ولی, ولی 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 شواهد نشان میته که کې این مسله مصداق عینیش هم وجود داشته کوم مصداق مثلا ملامر در کجا مرد دا خو تروسه چې نه د افغانستان ولی تمام جهان ووت چې ملا مر در پاکستان و ګوري یا زموږ بحث ته چي ځوایم یا توایم یو معیاري نه معیاروم میرم په وخت جهان کې کلش کډرو نه میګا کوم معیاري رسنی یا کوم معیاري ادارې د خبره کړې تمام رساته ارتباط باندې تو دولتونه شکسته شو دا ورو دوم گفتگوها ایجاد نشود پاکستانه بګزريم پاکستان د خبره بس پینوو ګورم تې ژورنالیسې کچیر ته د سی ای مرکز د ویلي چمل معلومات په پاکستان کې مرسته کوي کچیر ته ای ایس ای د ویلي کچیر ته د افغانستان امنیت ویلي د مجمنو یا د هند یا د کوميبلی استخباراتي ادارې یا کوم داخله وزارت یاغه چی د مونږه گفتندغه دولت افغانستان امنیت شهم گفت د مو دوره تمام نه دی ول شي پاکستان کې مرسته کوي چی گفت هغه وایي چی کدا سي اغم امنیت نه دی ګله چې دا په کراچۍ کې هیڅ چم دې سند ویلي یعنی دا غو مسلې چې د سولي خبره مې بای خوده غسه خبره چې خلک کوي ګنګوسي دي یو حقایق دي راضي په سورلس کالو کې هر ځل یا په دې تیر وختونو کې پاکستان ویلي چې زه طالب از راو د سولې مذاکرات ته کېنم ځم چې دار افغان حکومت تر کابل تیرا و اجازه او وربند اجازه نه د اقل میمنه ای دور میزم روی همي بس تفسیر وکونیم چې ادقل چقدر سخنان شما قابل تعامل است آی ترشوال آقای مطمئن میگن که طالبان خودشان مستقل است اگر صحبت هم میکنن اگر جنگ هم میکنن هر کار میکنن هیچ کشور نفوذ نداره و اینا خودشان حتی با پاکستان هم که تمام اگی ایره مثل آفتا فکر میکنن که ارتباطات وجود داره حالا چون بحث صلح هست پاکستان هم گفته که باید این مذاکرات در اسلام آباد باشه و گپ وزیر دفاعش هم من نقل قول کردم تعلیل شما چه است؟ فکر میکنین که طالبان واقعا هیچ گونه ارتباط نفوذ پذیر از پاکستان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب ناطقی سیب جناب مطمئن سیب همکاران تخنیکیتان و بینندگان محترم تلویزیون اجازه بفرمایید جناب مدردی سیب که از اینجا آغاز بکنیم بفرمین که در بحث تحلیل جایگاه طالبا در مبارزاتی که خودشان را به تعبیر انوان میکنن و انجام میتن سه دیدگاه وجود داره یک دیدگاه دیدگاه است که یا تعریفی است که ما از طالب داریم یک تعریف است که پاکستان از طالب داره و یک تعریفی است که انصافا دولت افغانستان از طالب داره برداشت مه ایست که در هر سه دیدگاه طالب هیچ عددی نیست ن ک طالب هیچ مجموعهی حساب نمیشه استراتیژی فربیهسازی طالبه در ۳ سال گذشته ما دنبالم طالب را قوی ساختیم و استراتژی فربه سازی طالب را واقعا به شدت دنبال کردیم و طالب را حتی گاهی اوقات موازی و حتی بالاتر از دولت گذشته و موجود افغانستان در مجامع بین المللی مطرح کردیم که یک اشتباه نابخشودنی است نکته دوم تعریفی است که پاکستان از طالب دارد پاکستان از طالب تعریفش تعریف ابزارگونه است آمده طالب استفاده کرده یک مجموعه را آوردن و اگر نه اگر اراده برای صلح وجود می داشت، شما در ابتدای حکومت انتقالی شاهد صلح می بودین این قدر هزینه های عجیب و غریبی هم تا به حال به صلح پرداخته نمی شد چون در این بحث نمی زیاد مشکافی کنیم بحث آمریکایی ها هست طالب آمریکایی ها هم از طالبا ها به عنوان یک ابزاری استفاده کردند که هم در منطقه حضور دارن هم در افغانستان حضور دارن هم برای حریف های جهانی و منطقی خودشان از این استفاده میکنند و اگر نه آیا نمیتونست که آمریکایی ها در طول 14 سال میان قربانی تروریزم و حامی تروریزم فرق قائل شود افغانستان قربانی تروریزم در 14 سال گذشته و قبل از اون و پاکستان در همین طول مثلا زمانی که بوده یا عقده تاریخی گذشته نسبت به افغانستان داره یا عقده جغرافیایی داره هر چی که داره به عنوان حمایتگر تروریزم و به اطلاه معلد تروریزم و مربی تروریزم مترح است بنابر این با ای سه تا نقشی که پاکستان داره هم تولیدش میکنههم تمویلش میکنه و هم تربیتش میکنه پناهگاهش هم دادهادیه به نظرم دیگه چی میگن اما زیره به کرمان بردن است دیگه نیازی به این نیست که بحث بکنیم بگیم که آیا پاکستان از به به معاد میکنه یا نمیکنه یا اصلا خودش به یک فکاهی میمانه خنداور است که ما بگیم که ولی اینجا در کنار شما آقای مطمئن شته شما هر چی بگوین باز ناسخن خودش هم میگه حالا بس مطمئن سب دیدگاهشان است یکی از تحلیلگرا هستند بحث خود می داشته باشند کاری با جناب آقای مطمئن نداریم استفاده میکنیم از بحثشان نکته ای که من میخوام عرض بکنم این است که طالب یک جریانی بود که ما می که از راه های حقوقی و از راه های سیاسی اینقدر به اصطلاح تکتازی ها و این جسارت هاش در محیط افغانستان و این کارهایی که کرده مهار بکنیم اما دولت گذشته افغانستان هم این نخواست و دولت موجوده افغانستان هم نمی بحثی اساسی میمونه به خود سیاست کنونی موجود نظام سیاسی ما برداشت میست که در کل نظام سیاسی موجود در بحث مذاکره و مصالحه با طالب اصل قضیه دو نفر یا سه نفر بیشتر نمیدانند این کسای دیگه که در میزا می روان میشینن چکر می روان مثلا استفاده میکنن 9 سال ده سال است که از آدرس شورای عالی سر موتر سوار میشن پول استفاده میکنن دیگه ی حرفا ها حرفایی است که بسیار روشن است حالا نمیریم مثلا به نقدش و این مسائل حداقل آنچه که محسوس است است که شورای عالی صلح وجود نداشت بعد از اینکه استاد ربانی شهید شد و به عنوان یک چهره معنوی و یک چهره که یک وزن محتوایی و معنوی و علمی داشت فبذفبز خبزا جانشن دادخلاست مجودهبسمم نفر, دا نفر و نفتظ نه از مذاکره خبر داره نه از مصالحه خبر داره نه از استراتژی رسیدن به مذاکره در ارتباط صحبت اگر یک یک پل بزنیم در باب گفتگوهای جدیدی که حالا صحبت شده که باید در دهم تا 15 جنوری سال 2016 در یکی از اماکن یا اسلام یا کابل برگزار شود فکر میکنید این بازی چگونه است آیا واقعا در پشت این بازی یک عمل یک خرد وجود دارد که واقعا باز پاکستان طالبا را به نحو متقاعد بساز یا تا کشور دیگه که باز پایان مذاکرات شوه صلح این شما فکر میکنید ببینید ما باید صلح با دو تا روایت ببینیم یک روایت که روایت محتوایی و نیاز جامعه است من به صلح ضرورت دارم شما هم ضرورت دارید همه ضرورت داره و صلح و خیر این دستور به اساس صریح دین است و این نیاز بشری است اما یکی واقعیت های موجود است یکی آن چیز که هزینه هایی که ما برای صلح پرداختیم ما فکر میکنیم که دو چالش بسیار عمده فرارای صلح وجود داره و این دو چالش هم همچنان روز به روز فروی شده میره یکی نداشتن اراده لازم و قاطع نظام سیاسی برای رسیدن به صلح و یکی هم موجودیت کشوری به پاکستان وقتی که پاکستان ناامنی افغانستان عامل امنیت خودش در دستور کار داشته باشه سخت به نظر برسه که او بیاید در میز گفتگو و مذاکره و صلح و نمیفهم اینها پیشگام باشه من میخوام این نکته را عرض بکنم که منطقی ترین کاری که ما در بحث صلح میتون صلح فعلا انمیال دو تا نقش داره خود این پروسه یعنی پروسه صلح یک نقش چیز که در 12 13 سال است یک مجموعه از آدرس صلح نان میخورن. یک نقش است یک نقش دیگه صلح همین است که یک مجموعه را مصروف میکنن یک تعداد مصروف میشه یک تعداد نان میخوره پس خیلی ساده به این دور این, دور جدید شما چندان به آرمان نیستید ما فکر میکنیم که صلح خوب از نیاز هر یکی ما آرمانی است ولی اینکه که را که میبینیم مذاکره کننده ها را که میبینیم دیدگار را که میبینیم فضای موجود سیاست, ها سیاست های کلان کشور را که میبینیم به نظرم زیاد یک دور باطل خواهد بود که مثل گذشته ما مگر در دوره گذشته ما نداشتیم سر کردیم هر روز این رسانه ها شما دوستای رسانه ای به مردم الحمدلله اطمینان میدین که به نتیجه میرسیم سرانجام در نقطه نواد که رسیدیم گفتن که بسیار ببخشید که طرفی که ما تا حال مذاکره میکنیم یک دکاندار بوده با کویته وقتی که ما هنوز طرف صلح نمیتونیم بفهمیم استراتژی برای رسیدن به صلح نداریم دیدگاه قربانیان نداریم دیدگاه مردم نداریم دیدگاه به کارشناسا و نخبگان فکری را در بحث بس رسیدن به صلح نداریم در یک تاریکی حرکت کردن و تیر زدن به نظرم راه را به جای نخواهد بود بسیار تشکر بینندگان عزیز وقفه خیلی کوتاه میگیریم پس از آن پای صحبت های آقای ناطقی خواهیم نشست باید آمی برنامه خوش آمدید. جملاتی که صاحب بس گاه گاه تا مرحله میرسه که مردم افغانستان خوشبین میشن چون از بس که از نبود صلح رنج کشیدن هر بار که زمزمی صلح به گوش میرسه مردمم امیدوار میشن که شاید این بار طرفهای درگیر بتانن روی یک نقطه مشترک توافق بکنن. حالا بس بسیار جدی شده این بار هر بار که گفته میشد زیاد بس دو تا کشور که امریکا و چین باشه مطرح نبود اما این بار یک ایک 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 مربعی جور شده که دو تا کشور قدرتمند دو تا کشور درگیر فکر میکنین چه راز در پای این دور گفتگوها نهفته است که هنوز مردم نمیدارن آیا واقعا این بار این گفتگوها به نتیجه مثبت و ملموس منتهی خواهد شد یا خیر سلام خدمت بینندگان عزیز همونطور که شما فرمودین بحث واقعا جدی است یعنی در مسئله مذاکرات صلح در این مرحله من فکر میکنم دو تا دو تا به اصطلاح ارسر ما باید, باید جداگانه از همدیگر بررسی بکنیم اولین گفی است که چهار کشور با همدیگر دیگر میشنه این مسئله که طالب هم در اینجا میشنه این مسئله من فکر میکنم استنباط ما است که نه این چهار کشور با همدیگر میشینه و یک نقشه را و یک چارچوب را برای مذاکرات صلح و گفتگوهای صلح اینا تهیه میکنه و روش توافق میکنه مثلا بسیار مهم البته اهمیت از این مسئله ای است که خب وقتی چهار کشور افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین که هم به لحاظ منطقی هم به لحاظ تاثیرات مستقیم روی جریان تا صلح اینا با هم به یک توافق برسه به یک چارچوب به یک توافق برسه کشورهای رسمی اینا این مسئله واقعا تازه است که چهار کشور به توافق برسه که نقشه راه صلح افغانستان است بعد بر اساس همون نقشه راه بر اساس همون چارچوبی که این چهار کشور روش توافق میکنن بعد از اون وقت مسئله دوم مطرح میشه یا حوزه دوم و بحث دوم مطرح میشونه که خیلی خوب حالا که این چارچوب ما رو توافق کردیم و منافع کشورهای منطقه فرا منطقه منافع افغانستان پاکستان در امی است که صلح را در انمی با انمی دیدگاه و با انمی چارچوب باید پیش ببره مرحله دوم اینه که خوب حال پاکستانی ها میگه که افغانستان البته سه چهار تا نکته اساسی رو در رابطه مطرح کرده در مرحله دومش از می الان مشخص شده رهبران حکومت و وحدت ملی رئیس جمهور و رئیس اجرایی در امی صحبت هایی که داشتن سه تا نکته اساسی رو در ارتباط با مسئله دور دوم یا مرحله دوم یا فاز دوم اونا روش تاکید کرد اولین مسئله اینه که طالبان رو ما به عنوان یک اداره موازی قبول نداریم در مذاکرات سال. با عنوان پرالال یا یک اداره موازی چون ما در مذاکرات اسلام آباد که بودیم همون جمعون بس مطرح شد از طرف مولوی صاحب عب... عباس بود دیم. مطرح شد که اونا روی مسئله امارت میگفتن که ما امارت هستیم خودشان هم ما وزیر هستیم وزیر صحت عامه هستیم بر ترتیب <تصفح> طالبان به عنوان یک گروه سیاسی به عنوان یک گروه و به عنوان یک جریان که در افغانستان جنگ داره و درگیر است با حکومت افغانستان با عنوان یک جریان از دیدگاه افغانستان مطرح است و این مثلا مطرح نیه که دو تا مثلا اداره موازی با هم دیگر بشین اصابت بکنه نکات را که اشاره کردین بسیار سوالات من <تصفح> در درونش آره. بله یکی بحث این است که راز درگیری به خاطر انتخاب مکان فکر میکنین برای ما میخوایم بگم بد، بد. مثل دومی که هست اینه که خب این دیدگاه های افغانستان عرض کردم که در مرحله دوم وقت شما چارچوب را تهیه کردین چهار کشوری که هم تعریف منطقی و فرامنطقی و هم تاثیر مستقیم در مسائل داره چارچوب رو وقتی که اینو تهیه کرد در مرحله دوم دیدگاه ها مطرح میشه که یک مورد چرا من عرض کردم که حکومت افغانستان سه چهار تا نکته اساسی رو در دا رابطه داره یک شمی مسئله مذاکره بود که طالبان با اونان یک گروه مذاکره میکنه مسئله دوم نظام سیاسی افغانستان هست های سیاسی و ارزش هایی که ما و شما روش بارها مطرح کردیم این مسئله هست که حکومت افغانستان رو با اونان خط قرمز روش تأکید میکنه و مسئله سوم مسئله تعهد پاکستان است. یعنی این بار حکومت افغانستان از پاکستانی مسئله رو میخواید که شما در ارتباط با تعهدی که در مذاکرات سال میدین این تعهدات رو باید عملی بکنید. پاکستانی ها هم در کابل و هم در اسلام آباد به صورت مشخص شفاف و قاطع و روشن مسئله رو مطرح کردن که البته ارز کردم سلح در شعار دیگه. بله. ما در عمل میخواییم این مسئله. اونا گفتن که ما در مورد طالبان ما این تعهد را و این همکاری را داریم طالبانی طالبانی که طرفدار صلح و مذاکره است ما اینا رو میاریم در مذاکرات با هم دیگر بشین صحبت از تعهد پاکستان یک نکته را که فراموش نشه از تعهد پاکستان یاد کردین قبل از آمدن جنرال رایل شریف در نوامبر رفته بود در سفر به ایالات آمریکا که دیدار با جو بایدن و وزیر دفاع ایالات متحده داشت تحلیل میکنه که اونجا شریف تا خود به امریکا هم به هر معاملی که حالا قول سپرده ولی بحث این است که بسیاری های تحلیل میکنه که پاکستان باز ترفند داره به دنبال بازی کدنش است که احساس میکنن فصل سرما فرا رسیده و فصل جنگی کم کم داره و پایان میرسه حالا میخواه به یک نحوه یک درون لفافه این فضا را زیر چتر خود بره بعد که فصل گرما رسید باز دوباره همون بعد زدن و, و جنگ صلح زمستانی و جنگ تابستانی بله. این مساله هست اینا رو ما میدونیم شما هم طور مطرح کردین درست است ولی گپ سری از این سن که اینجا چهار کشور و هم دیگر نشسته و یک نقشه راه رو, رو برای صلح اینا تهیه کردن این مساله خود تفاوت با گذشته رقم نبود که مثلا نه کشورهای بسیار من پرسیدم بیدن رازش چه چی شد که چین و الات متحده امریکا این بار زیاد دلشان تپید خب اما دلایلی که راز شرا خوب یک مقدار شما هم در سوالات رو در مرحله اول کردید که اصولا در یک جنبندی نهایی اونا به این نتیجه رسیده که جنگ به نفع نیست باید ما به با یک صلح برسیم و برمی اساس است که تلاش های بسیار زیادی در این رابطه صورت گرفته مثلا تایپی اگر عملیشون احتیاج به صلح داره دیگه نه با جنگ شما نمیتونید پروژه تایپی رو پیش ببرید و اگر بخواین شما مثلا قلب آسیا رو بر نمایش تطبیق کنید بازم به صلح ضرورت دارید چینایی اگر بخواید که همون سرمایه گذاریش در پاکستان سمرت داشته باشه نتیجه داشته باشه 46 میلیارد دلار اینا سرمایه گذاری که در پاکستان و آمریکایی‌ها مگر واقعا بخواد حرفی برای گفتن داشته باشه برای روس و برای منطقه اینا اینا هم باید اولین کاری که بکنه مسئله اینجا رو آرام بکنه دیگه پس چی تشکر. مثلا چی تفاوت روس چی روسا میره مسئله سوریه و عراق و مثلا سوریه رو مخصوصا حل میکنه و ما فکر میکنم کارهای کلان روسا در عراق کردن احتمالا صلح زودتر از در عراق در سوریه زودتر از افغانستان خواهد شد خو آمریکایی‌ها باید هم برای دنیا هم برای مردم هم بگه بي که ما در افغانستان کارا رو کردیم اینا ضرورت ها و من نکت ها و رمز ها و کت هایی که شما گفتین که اینا رو وادار کرده برین که به صورت چار جوان و بنشینه نقشه را تعیین بکنه و بعدش هم مراحل بعدی صلح هست که اونجا نکات بسیار اساسی و بنیادی دیگه است که ما در مرحله بعدی باید اتمن. اتمن. آی مطمئن یک سال کوتا که مردم افغانستان به شدت دنبال شنیدن پاسخ ازبان از زبان یکی از کسانی است که در اوزای طالبان را خوب تحلیل میتونه طالبان صلح میخواین څومره چې کښ کې دا طالبان نووشي خو بیا هم چې طالبان د دې ملک خلک دي او هر څوک پیږي د دې ورستنو سرګندونکو ایلامیونه یا هغه چې په کانفرنسونو کې ګډون کړي دي ز پر باورې یم چې طالبان با شرایط او قواید شرایط خو بیا د سولې په وخت کې وړاندې یکی از شرایط که طالبان هم واره گفتن شما از نشستان میگین ولی طالبان همیشه روی این تبل کوبیدن که تا نیروهای خارج در افغانستان است ما صلح نمی‌کنیم یک بس اولیک جنرال کیمبل گفتکې مو از اوباما میخواهیم کی حداقل سربازان بشتر بفرستند یا می سربازان کس اعداماتbeta خو اون ییکی از اصول شما را شکستانده دیگه خو, خو زنده و ما 45 سولتنځ دکی جو بیا د سولې په مخ کې خندونه پیدا کیږي د بهرانیانو دلت پات کېدل د یوازې چاغو زېدا یواز د طالب غشتنه نه ده دلته دل دل اکثریت ملت د غوړشتي دلت پاتني زه فکر نه کوم چې افغانان د په دې خوشاله سي چې بهرانیان د دلت پات سی او مجد وژنې د یواز د طالب غشتنه نه ده او دا چې جنرال کيمپل وایي چې نور ارګان اسکر... افغانستان ان کومک کوي هم کډین مکاتب کفال شو دین جاده هاي کې قیر شات ان دقل شفاخونای کفال شو مردم افغانستاني دا ميداننن چې ان خوبه است دیگر 150 دا سمرکسانوم وجلسل یو لکسان یو لک ځوانان شدی کډغ دغ... دغه دغه سړکونه چې 15 کالوم دوام نه کوي خب اگر طالبان لک... نمیجنګیدل بیشتر... بیشتر... نسخ... یو لک ځوانان بشتره همین قربانیان په خاطر ووت چې طالبان میجنګیدل یو لک ځوانان شدی ک په درشل 26 ملیونه یو د گای سپمچ دی جوړتاره څو کوشتنی 100000 ځوانوره دینار ټوژ وجه لیدې <تسجن> د <دي> خاريجان چټور <تسجن> شوې جالیبه د چتزماره فشتانه کې دا بمبارونه ته نوینې ته کله هلمند تتلې ته کندار تتلې تور وزغان تتلې ته زابل تتلې چل ته د خلکو سهاله ده کابل کې خاره ماره میده کابل کې ستریږي دلتا ناسیو د خلک چې ماجر کې د دښمنانو له خوا په طرف درګیر وجود داشه کو طالبابه بود دغه اګه اونه ژوند دیو... نه نه کولای نه دی وژلې یعنی کوم جوی چې دلته موشته سول راوړي امنیت خرانوړ کوم جوی چې دلته موشته شړ ژوند جوړ کړي د خدای غسی حکومت چرسوب په باندې لګي کوم جوی چې ولا په هانتن کوم په انتن را ته جوړ کړي نن د امپټال تر وختن ته خلک پاکستان او هندستان ته شرم ده دلتا پا په میلیارډونو پیسې مصرف ሰله یو ښه مکتب لري نه لري نو بیا ولوي خو په اګاومت باندې ا आम्ही ام مثال بګیم چې مردم عقایق مخایې خوینې سره بحث وکنن اگر فکر مې کوئ مکتب نشته دا ورو طالبات چې بود طالبان نو وخت لچانه ورتفا ته ټول مکتبونه وی جاړو ولی دکتوران مکتب نه میرفتن دا ګور ډیر زیات پنوزو وزیر پوخانه د معرف چې دا پروکردکسب هغه وایي چې ما د طالبانو په وخت کې په کندار کې په کرس کې د کرزه سابو منټکه کې د انجنو مکتب لارو غفاری صاحب د پارلمان پوخانه منشی ولې شما یک یک تاسو انګو شما نظر ګوښه پیدا میکونئ او نقلقال میکونئ ولی مردم افغانستان ازي بابت ګلايه دامه دوره بيساري او بيسواد موندن در تاريكي موندن ایره چی مګین شما اوس پسنګین چې د انجنو مکتب امکان لري چالتوي ته ماتوي خوب جنگ غاست خو جنگ ده خو په طرفش ماش... د طالبان ديګا خو یو طرف خو هغه وخت کیم طالبو بل طرف هم یو چور سره جګړه کوله امکانات تاسو ما پرېږی ته تيزنه ما سئلو ته راو وسه صلح میخواین اگر میخواین کومه شرایط وګوریم خوب... بگیرم... ف... امي بس امریکایي کي بانه نه مانه یې را بکشیم ديګا په کومه شرایط صلح ګوري خوب... دلته په بس کزينو مهمو خبرو ته اشاره واه جوړه خوښه لیم دا غسی بحث, بحث،, بحث، علمی بس چې خلګو ته دا شته د ناتقې صاحب استاد ډېر مهمه سرګندونه وکړلې ولې نه اقایق است اقایق نه مشه اس پالیش بګزره بله بفرمایي ګوري ووایل سول چې امریکایان د دغه طالبان د امریکا پاکستان او پاکستان هغه استعمال کړلو سید رازی دا ومنو دا امریکای نو سره سو کراغله لو عدالت او نظام چا چپکو ایا غوی نه دی استعمال شوی یوازې طالبان استعمال سو د شد حقایق به درک وکړو ک طالب زم دغه خلک چی استعمال سلو اغوی د فکر وک چی موږ امریکانو استعمال کړیو او ک څور لس کاله ورسته د پيژې چی امریکایانو موږ له طالبانو سره وجنګول امه طالب له سره وجنګاو نو وسته لغپل ولس نه بخښنه وغواړي چې مزه غلطسي ولو امریکا موږ راوستلو طالب هم امریکا از مشترک جنگاو خو موږ هم د طالب په ټانکس پاره ور سره وجنګېدل او باید چې نور نو کدومره په یدلې دي چې دا جګړه امریکا دلته وس خو د نور د سوله لپاره قرباني وکړي په جګړه دي اصرار نه کوي د لا بیا ماخته دی وایي چې جګړه مشکو طالب طالب تس... لمن زوړ زم که سر لس کال مخک نه پېدلې وسو پېدلې چې امریکا ما جنگي امریکا کاواړي دلته جګړه په ومه پیدا امریکا غواړي چې دلته پاتې نووستمو اصول باندې اصرار وکړي ډیر خوب برش پاسخ ودان میشه اگر قرار ووټ ارادي بر صلح وجود وښ چره به صلح نه رسیدیم تر اوسه میراد نه ست کدا هیڅ اراده نشته د سول لپاره نه هم امریکا په لنی راادله لري نه افغان حکومت لري نه دلته په داخل دی ار کې چې مخالف نظرونه دي زما سول ته مهمه ده چې لومړی د افغان حکومت مېربانی د حکومت څصول ته ضرورت لر او کدا سول رانه سیمه او تاموجل کې جوابري واسه یو کې از شرایط سول کې هغه ناطقین بر ششارک دردان چې څقدر فکر میکوین بحث اساسی است چې طالبان تصور شانی است کګر روی میز میشینن باید اون طرف دولت افغانستان باشن این طرفم امارت باشه دغه ترې صحبت باید شوه او زوم چګوري مخک استاذ مشوره وکړ چې دلته د سولې اړوند دوه درې نفر پریکړي او دا حقیقت ده د سولې شورا وکنل لري نور خلګې نه لري د پکتیا اوسو کاساناسته اغم کې دایسته لزینو بهرانا نو سره پرابې تکو یانوي اغه دی سول پریکړه کوي کاسو لکیږي نو حکومت تم په دې باندې لک څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د منتخب ولسمشرینه ترسو له ډاکټر صاحب عبد الله سره ماموله وکړه تفاهم ته ورسیده هم دغه دول دی وي چې بي خي د حکومت نه غواړم تاسیسو واستي او طالب دم په دې اصرار نه کوي چې زموږه امارات غواړم خامه خه به اماراتي دا ان تفاهم زریدي دواړه وکی بهغه وخت او که حکومت وايي چې هغه یو سیاسي ډله ده الته په امریکا سره خبرې ولدم می پرسم اگر لطف وکين خېل کوتاه پاسخ بدین چې برلمردم افغانستان هیڅ چیزا خېل خوبه است که بفهمم اگر طالبان <Coughs> فارس بفرمایین ک روی میز مذاکرنه نشستان خواسته اشن چی خاطود زغ زغ چې څومره نتیجه ته رسیدلې ما طالبان طالبانو تنږدې سر چینه یا خلک چې طالبانو سره په تماس کیږي د سی فکر کې چې طالبان وایي چې دا چانس موږ لاله سورنه کو تپي پروژه ده د افغانستان لپاره یو غټه اقتصادي پروژه ده او څنګه سور لس کال وشو ډیر مړي وسولو ډیر افغانان وژل سلو بیا هم نړيوال قدرتونه امریکا او روسان غاړي چې خپل سيالي په افغانستان کې دلته وساتي او قربانيان بیا افغانان وي نو کله چې وسړی دغه عکیدې تور رسیدي هغه بیا په دیم پیژ چې ز 100 ورسولیت نه لایسمه خو مشکل د ترف کې ده ککله دا طرف هم ګوري تاسو ولیدلئ چې په برتانی او امریکا کې ورسلو چې افغانستان به د تر هغري سره مرکز وي د پسماناده که د سولې اراده بیا ول نړيوالو توي چې افغانستان به د تايش سره د تر هغري مرکز د خپلو لاس د سیمانا لري چې دلته سولې نه راځي جګړه راځي جګړه به دوام اونو پیدا کنه اگر میګن و په تحلیل شما کې حداقل طالبان هم احساس د برابر وطن دره کې جوړ شوه او فروجای اقتصادي کومک میکنه ګریم امریکا او انګلیس هر چی وټ خوب اگر دل طالب میتپه خو بیا سولت وکنه دغه لچا سره وکړي څو لس سکه نور سره وکړي چې چاس... زمونږه دولت کوم وجود داره ما درته ویل چې دولت تر اوسه وای طالب ما ته نه د معلوم چیرته ده او پاکستان سره خبره کوي او عامغه تیرودنه ده لکه د مجاهدینو په وخت کې چې پاکستان د مجاهدینو په نمایندګی خبره کولی دا د در درويش کاله په جگړه کې نه ګښتین کی... شوم که خاص کلونش چه خاط بود طالب اگر بشینه روی میز خو دې دور سره کې زوخت معلومات لرم طالبان وایي چی رازی یاو دا غسی نظام باندې توافق وکړو چې اغه نه د امریکای د امریکا له خوانه راوړل شوی نظامي نه دی بل هواد له خوانه راوړل شوی نظامي نه یو بل ته وځته د چا غلامي د سیو نظام چې دغه ټیکنوکراټان هم پکې وي د راوشن فکران هم پکې وي بخوانی کمونیست هم پکې او په خواني مجاهد هم پکې او دغه رهبران چې دلته وسې جداد هم پکې اغه د مجاهدونو رهبران چې په غرونو کې وسې جد هم پکې طالب هم ګننه کړي اغه هم پکې وسې جاغه فکر کوم د سیو نظام غړ او دا یو شلاره خو با یې خو دولت هم گفته د ګربار کما طالبو از دولت آقای قرزه اگر بگیریم برادر خطاب میکرم میگوکې بیا اما که شون څه وکړنیو چې چم پ نړیوالو مؤسساتو کې کار کړی وي یا ډیپلوماټ وي ناتيكي سافتواسي مخامخ ډیر شبر خورت کوي په خله چې سوای حقیقت نه ده قرزه چې د سولې لپاره سمره زیان رسوالې ده هغه به موږ مس جبران کولای قرزه چې د سولې په واسطه برادر گفتنش چی بود گفتنش چه و د ډاکټر دفتر چاو تاړو دا خو دې سولې لپاره جوړ شوی و دومبل کانفرنس کې مختلفان او امریکا منلې او چلته به ګډون کوي ولیونه مانو تركمانستان کې خوده کانفرنس جوړې ده ولیونه مانو دا اوس چې پګواش کانفرنس وسو دیغه نورسته شاو سولې کانفرنسونه تشریح ولیстаў کوي او یو یو سوال بسیار کوټه بسیار کوټه اگر صلح چې شما چنده نم فکر میکنه هیڅ طرف آماده نيست اگر شکل نگیره بوسه مې کشتن او زدن او انتهاري میګه پایدامه خاط دش زه هم چې د نتیک سبم نسته و دې په حکومت کې مهم خلق دي که موږ د 2004 سم تر جون او جولای پور رسول ته ون راسيږنه کاله جګړه پر مشتحمل کیږي نه کاله بدلته جګړوي خدای ته دی وګوري د دې ولس لپاره د کارو کې طالب دی مینهتاب وکي حکومت حکومت دی مو کې او نړیوال ترسو به د امریکا لپاره جنگي ترسو به د روسان لپاره جنگي ترسو تر به مشتوی د پاکستان لپاره راضی په خپل منس کې کینو افغانان سولې ته ورسي که سولې ونه سولې ډیر بد وخت نه وي وله ډست بیګان بوسه کې بوس خراب میکنه دغه خو زم د وایم چې پاکستان مو ګولې سولې وواړو پاکستان په اعتماد کې وښله امریکای نه ولې وواړو امریکا خو زم په وجلو خوشاله ده د امریکا خو دلته په زرګونو عسكر و ژر سوي دي هغه دا کسات مسخ ولې مثلا یوه یوه چیزه کې نشان مې ته کښورای عربی هم به نحو دوست شانه است چې همې پيشتر مې خبر پیدا کړم چې آقای عبدالرحمن زاهد کې قبلا موهین وزارت خارجه بوده ای از امارات متحده عربی از بند زندان رها میشه از طرف رهبران امارات ازش مژد خای میشه او غوته میشه که خودت میتوی نقش بسیار خوب در روند صلح بازی بکنی این نشون میده که طالبان خب به نوو که شما میگین یک ځای حداقل ما یاب داره دیگه مشکلات چې طالب تروسم نه نړی پیژندلې نه افغان حکومت پیژندلې عبدالرحمن زاهد سبز پیژنن پوخه د به معنی نه پیژنه خوځه پیژنن په سور لکه یو زره مثبت رول نشه ادا کولای عم دهغه مشکلاته ده. هغه اصلي دروازه چې قطر ده التنوز یو بل سړی رانی سي دلته وای چې زما سره سول وکه یو وایش طالبان په ډلو باندې وښل سوي دي زاهد صاحب خو دیو چا ملګری او هغه دلته کابل کې و سیږي نو دا به څنګه سول را وری تشکر بشو تاسو تشکر خو امید وار سي مو غبره کې شما میګین نظر طالبان هم باشه کونه اگر یک دولت ساخته میشه یک بخش برشان بتن دیگه آرام میگیرن این که بحث بسیار خوب است و مردم افغانستانم هم چنان چیز را حتما به نحو بله مشارکت است چنان استاد بحث بکشونیم به نقطه که گیریم روند گفتگوها ادقل آغاز گشت به فاز فرزیش بریم آقای مطمئن با تحلیلی که از طالبان دارن گفتن که طالبان زیاد هم بگونی غراقامی از خواهان یک امارت نیست میخواین که در کنار دیگرها حداقل یک, یک بخش را در حکومت افغانستان داشته باشه فکر میکنین چونین خواست در عموم بین طالبان است؟ ببینیم وقتی که جریان نام طالب بیایه خواستار به وجود آمدن یک دولت فراگیر و یک دولت مشارکتی یا یک دولت دربرگیرنده باشه نه یک دولت ترد کننده شاید بسار معقولترین خاست بتانه محوب شوه اما م از همین نکته ا بحث بطاه آغاز میکنم که شما مگوین که بحث قطره مترح کین شما در قطر یک مثال بسار صادشه میاریم در قطر دولت افغانستان نماینده فرستاد سفارت داریم از منظر حقوق بینالملل یا مسایل که مربوط به مسایل حقوق دیپلوماتیک میشه دوستها اشراف دا ما سفارت داریم در کشور به نام قطر در دوحه پرچم افغانستان است لوگوی افغانستان است سفارت افغانستان است در همون جا طالبا دفتر باز میکنند با پرچم مستقل با لوگوی جداگانه و با دفتر جداگانه ما از نظر منطقی ببینید این معادل یک سفارت نیست چیست ولی من میخوام عرض بکنم که تنها بحث طالبان من نمیگم دو تا اراده در اینجا اراده ضعیف وجود داره یک اراده از جانب آمریکایی هاست حالا مشکل در اینجاست که وقتی که آمریکا را نقد میکنی اکثر مردم اتهامات یا اکثر دوستان میگن که شما خواستار تعامل با دنیا نیستین با قدرتمندترین در این کشور دنیا بس اون نیست ای بس تعامل نیست بس این است که هیچ کس به متعبیر آمیانش که هیچ گربه به خاطر رضای خدا موش نمیگیره و اگر در افغانستان سرمایه گذاری کرده بس های بسار کلان استراتژیک جهانی خوده دنبال میکنه امریکاییها بنابراین مه اعتقادم به عنوان یک شهروند و تجربه یره که در مدتی که حداقل دارم دیده راسم آمریکاییها قطعا اراده برای رسیدن به صلحه و نزدیک کردن ای طرفهای به اطلاه متخاسم نداره پس در این دور جدید که امریکا به نحو نشان میده که یک یک بازو هست ببینید خو عرض کردم که ما هم 13 سال خوشبین بودیم بالا من سه تا کشور کالا فعلا دخیل هستند به خصوص افغانستان و پاکستان و امریکا که بحث بس چیندکی متفاوت میشه امریکای ها دیدگاهی من است که اصلا اراده به صلح ندارن هیچ کاری هم برای صلح نکردن اسناد و شواهد دینمی مملکت وجود داره که سرباز اردو ملی و پلیس ملی در مسیر شورای قندهار طالب دزگیر کرده گرفت برده تسلیمشان کرد سه بار دزگیر کرده پس طالب برش گفته که وقتی که گفته به شما چند ماش میتن گفته برای ما مثلا 100 دلار یا 200 دلار 10000 افغانی معاش میتن گفته کسی که برای تو 10000 افغانی میته که امنیت ایران را بگیر برای ما 20000 افغانی و 30000 افغانی میته که در اینجا ناامنی خلق بنابراین ما فکر میکنیم که ما باید قدری واقع بینانه قضاوت کنیم امریکایي ها اراده برای قضیه ندارن و نوهملی افغانستان در بزرگترین ابزار برای حضور دوامدار در منطقه مین نقطه دیگه بحثی اراده داخلی دولت افغانستان است من اعتقاد منتقد قزایون هستم خوش داریم که صلح بیا اما واقعا ببین تا وکه امریکا بیا وزارت دفاع تعمیرش بسازه که بازی دو نفر دو نفره پرچم بالا کنن بیرق بالا کنن دو نفره اوزارت داخله ره کی تعمیرشه بی بسازه باز اینا برو افتتایش بکنن اینا ک نمیشه که دولتداری دولتداری برنامه میخواه استات امنیت ملیو استراتیژی نداره رسیدن ب سرو استراتیژی نداره مذاکره و ما امیال تیم مذاکرهکننده ره با مسالحهکننده فرق نمیکنیم مه دیدگاهی میست که در درون حکومت اجماع برای رسیدن به صلح اجماع و اتفاق نظر در رأس نظام سیاسی و در بدنه نظام سیاسی وجود نداره سه چهار نفر تصمیم میگیرن یک مجموعه را مصروف میکنن یک مجمع اینا ولی اگر یک نیازی ملت افغانستان صلح هست پاکستان پیش میاد آمریکا پیش میاد چین پیش میاد افغانستان پیش میاد در اون صورت نیاز افغانستان از هر کس استقبال میکنه این ما نتیجه گیری نیست که طالب یک جریان تصمیم گیرنده نیست یک جریان مستقل نیست یک جریانی که بیا خودش روی میز مذاکره بحث داشته باشه کاغذ داشته باشه قلم داشته باشه دیدگاه داشته باشه نیست یک مجموعه برایش هر چیزی که گفتن امور میاد یک جای اعلام میکنه پس دوباره که گفت که پس بکش پس میکشه و اگر نه نماینده افغانستان میره در میز مذاکره در اصول و در اینجا در جلال ده ها انسان آه آه کشته میشه این نشان میده که نه نظام افغانستان اراده دقیق مدون و استراتژی تعریف شده داره نه آمریکایی ها اراده دارن و نه هم پاکستان که برعکس اراده ازی برعکسش است و طالب در جایگاه تصمیم گیرندگی و استقلال فکری و استقلال تصمیم گیری هم نداره بسیار تشکر جناب دکتر صاحب این نقطه آخر صحبت های جناب ترشوال صاحب بگیریم به عنوان یک مشتاق شما تحلیلتان چه چون همواره در جریان این تحولات اخیر در افغانستان شما حرفای بر گفتن داشتین شما چی فکر میگن طالبان واقعا مستقل هستن و اگر قرار باشه بتونن در یک گفتگوی چهار جانبه سه جانبه یا دو جانبه شرکت بکنن چقدر میتونن از صلاحیت کلی خودشان که زیرم پرچم هستن صحبت بکنن یا فکر میکنین به قول آقای ترشوال اینا مستقل نیستن هر کی هر چی سخن برشان گفت همون بیان میکنن و دلشون هم خاص پس میگیرن ما ده سوال خیلی مهمی هم هست آقای مطمئنم در اینجا هست که های خیلی خوب رو مطرح کردن که در واقع طالبان میخواید جزی از یک نظام سیاسی باشه و مشارکت داشته باشه و اینو فقط با صلح به دست میه شما قدرت رو دو میار برای گرفتن قدرت دارید یکی جنگ است یا کودتاست یا مسائل خود یکم راه های به قانونی دموکراتیک و چارچوب قوانین هست که در انتخابات شرکت میکنی خود کاندید میکنی و در این پارلمان سهم میگیری در سنا میگیری، در ریاست جمهوری در شوراها در همه جا میخوای حضور داشته باشی این معنیش اینه که شما اصل نظام قبول کردین بنابراین میخواین در سازوکارها و در ساختار و نظام یک مشارکت معنیدار و خردمندانه و معقولانه داشته باشین او چیزی رو که در صلح ما میخوایم دنبالش هستیم همین مسئله است که یعنی واقعا طالبان نظام سیاسی را قبول بکنه و در ساختار قدرت شرکت بکنه از طریق همون مجاری که در قوانین افغانستان و مثلا در قانون اساسی تعریف شده اما راجع به این مسئله که آیا طالبان واقعا مستقلانه مذاکره کنه یا اینکه ببینید دو مسئله در اینجا هست در طی 13 14 سال نشد یعنی ایرا طالبان کاش نشان میداد برای این که ما یک آدرس مستقلی هستیم با این با ما مذاکره بکنید مثلا حکومت افغانستان رفتن ملا برادر پیدا کردن ملا غنی برادر پیدا کرد از سال 2009 از نیمه دوم سال 2009 دو ملا غنی برادر حکومت افغانستان پیدا کرد چون اون گفت ما با تابع سیاست پاکستان نیستیم او رو پیدا کردن با او مذاکره کردن به صورت غیر محرمانه به صورت محرمانه بعد در در نیمه دوم سال 2010 دو گرفتن پاکستانیا او رو سرش آوردن پس بنابراین یک جریان مستقلی که از طالب گفته باشه که ما جدا از پاکستان میخوایم با شما مذاکره کنیم و این مذاکرات سمر بخش و نتیجه بخش باشه کاش نشان داده میشد نشان داده نشده در حال حاضر چرا شما یخنی پاکستان میگیرین نه یخنی هند میگیرین نه ایران میگیرین نه هیچ کشور دیگر را شما چرا پاکستان این همه فشار میرین و یخنی پاکستان میگیرین که تو باید متحد باش در همین مذاکرات پیش رو هم یکی از مسائلی که افغانستان میخواید و حتی دنیا میخواید تنها افغانستان نیست میخوای از پاکستان اینی که شما به تعهداتی که دارین در مسئله سول باید عمل بکنید یعنی سلح ما در عمل میخواییم نه در شعار پاکستانیا هم با سراحت اعلام کرده که ما طالبان که طرفداری گفته گفتگو و مذاکره است خمی حرف او میزنه ما که نمیزنیم میگه طالبایی که طرفداری مذاکره و گفتگو است ما اینا رو جمع میکنیم و اونایی هم که نیست آقای راهل شریف هم گفته نواز شریف هم گفته اونایی که با با صلح مخالفه اونایی که طرفدار جنگ اونا با این بس... ما ای مشترکانه بین ببریم بسیار تشکر مشوره تشکر ام کاره مې شرم کې چې هیڅ وخت نداریم یا یا packet learn چې سوی تفاهم نشي ما د څه ول چې طالبان یو داسې نظام چې ټولو ته زاوی نه دغښ چې دغه نظام کې دراسي او وزین وزارتونه ویلاتونه د ومني داسنه بلکې وداسې نظام چې ټولو ته دمنن نو یعنی نظام تخریب شو و از نو یوک نظام نه دا تخریب دگر. نه یو بل داسې نظام چې اغه د افغانانو غشتنه ول مردو هم یې قبول دار نه یاله نو د نظام قبول لري دا هم نه لري خب مکتبا فال است وزارت تا فال است مردم کار میکنن نو د خلک ولې تشته او لوک سپیته زره کسان دی ولې و تشته درلو چې خلګي غواړي که <applause> وقت چه... نه وقت نیست فقط یک سوال میکنم اگر میرم به مردم بگوین چون تشنه دانش بسیار کوتاه همین که میشک طالبان هم باز میپذیرن که ما که توجیهشان چی است که طفل کودکی که در مسیر را میرش میمره و او معلم و او پدر و پیران توجیهش چی است گوری هر عقبه گناه افغان نماشم ماشه مخبیخي معصوم ده شز مخبیخي هر بیگونه معصوم هر بیگونه افغان کی طالب وژنې کی حکومت وژنې کی ناتو وژنې کی بل سو کوژنې دا د غندلو ورده او بيدې نه هر څوک چی دا ونه کوي ولین کار مي شه دغه نو نه په وخت ضرورت ولا لري چې بل ورځ بیا بس په وکچې سو کې کوي خب نه می پزیر نه نو زم کتابه میکنه زما چی هر هغه څوک چی بیگونه خلک وژنې هغه د غندلو ورده تشکر سپی تشکر ممنون همه شما بینندگان عزیز و از شما تشکر که در این بحث حضور پیدا کردین که این بحث ما را تا دنبال کردین مردم افغانستان یک چیز میخوان فرق, فرق نمیکنه که شرایط چی میشه ولی صلح میخواین و هر کسیم دلش به وطن میتپه خب اینه میدان است و این مردم است و این جغرافی هاتی تغییر پذیر نیست صلح میکنین بیاین بفرماین تا عزت و افتخار وطن یک بار بر بگرده و در قدر هویتش در سطح جهانی پامال نشه تا برنامه دیگر پایین بمانید بدرود خدا نگهدار